در ابتدا میخوام توصیه های عمومی و کلی بدم در مورد اینکه غذا که میخوایم بخوریم چه شرایطی باید داشته باشه. اولیش و شاید مهمترینش اینه که وقتی ما غذا بخوریم فقط که گرسنه نمونه، خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر ما غذامونو که میخوایم بخوریم غذای وعده قبلمون کاملا هضم نشده باشه و کاملا از معده خارج نشده باشه، چون مراحل متفاوتی رو در مورد هضم طی میکنه، یه غذای دیگه‌ای که وارد بکنیم بسیار میتونه این موضوع رو مختل بکنه. پس یکی از مهمترین موارد این هستش که وقتی غذا بخوریم که گرسنه نمونه، آنزیمای معده شروع میکنه و دلمون یه مقدار شروع میکنه غرغر کرد، نه اینکه بزنیم خیلی گرسنه بشه، اونم اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه موقع قندمون میفته و موارد دیگه و مشکلات دیگر رو میتونه به وجود بیاره. یکی از مهمترین موارد دیگه این هستش که زمانی که به هر دلیلی ناراحت هستیم یا آشفته هستیم یا عصبانی هستیم یا خیلی هیجان زده هستیم و غیره، اون موقع ما غذا نخوریم. زمانی که استرسمون خیلی زیاده، نگرانیمون زیاده، وحشت داریم و غیره، اون موقع غذای ما اگه بهترین غذا رو هم بخوریم غذای ما درست هضم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما استرس داریم و غیره، اینو حالا در یک برنامه‌های سری برنامه‌هایی که راجع به استرس داریم مفصل صحبت خواهم کرد، ولی وقتی که ما استرس داریم اون نیرویی که در بدن صرف این میشه که با اون جریانی که برای ما استرس آورده مواجه بشه، چون وقتی که ما یه استرسی راجع به یه چیز داریم بدن ما اون استرس رو به عنوان یک موضوع خطرناک نگاه میکنه و شروع میکنه باهاش جنگیدن. یعنی هر چیزی که ما رو دچار وحشت بکنه بدن برمیگرده به اون دوران قارنشینی و میگه خب پس حتما یه حیوان وحشی داره به ما حمله میکنه، پس ما باید برای جنگ و گریز آماده باشیم. و اون آماده شدن برای جنگ و گریز که همون علائم استرس هست باعث میشه که دستگاه گوارش ما خاموش بشه. چرا؟ برای اینکه بعد عضلاتمون قوی بشن، چشمامون خیلی قوی و تیز بشه، گوشمون قوی تر بشه، قبراخ تر بشیم، این ادرنالین همینجور میاد تو خونمون و همینجور ما رو به ما قدرت و نیرو میده و نهایتا نیروهایی که اون موقع ما لازم نداریم، خب اون موقع لازم نیست سیستم دفاعی بدنمون خیلی زیاد کار کنیم، برای که داریم میجنگیم، سیستم دفاعی بیرون رو باید باهاش یه مقدار کار کنیم. اون موقع مثلا یه مقدار از نظر دستگاه گوارش و غیره ما احتیاجی نداریم که اصلا چون اون موقع چیزی نمیخوریم، وقتی حیوانه داره به ما حمله میکنه داریم فرار میکنیم یا اینکه داریم دنبال یه چیزی میدونیم که ما نمیخوریم چیزی، پس بعد بدونیم که این تقریبا یه همچون شرایطی برام فراهم میکنه و بهتره که وقتی ناراحتیم و استرس داریم غذا نخوریم. یکی دیگه اینکه توجه بکنیم که اگر فکر میکنیم گرسنه‌مونه واقعا گرسنه‌مون باشه، یعنی این تشنگی نباشه. خیلی از مواقع ما تشنه‌مونه واقعا، ولی تشنگی علائمش رو بعضی موقع با گرسنگی نشون میده و بهتره که خب موقع آب بخوریم و اگر هنوز بعد گرسنه‌مون بود اون موقع بریم غذا بخوریم. و یکی هم این که بعضی موقع ها گرسنگی ما یک حالت احساسی داره، یعنی گرسنگی نیست، ولع، هوس، ویاره و اون باعث میشه که یه مقداری باز اختلال پیدا بکنه، به خاطر اینکه نوع غذایی که ما میریم دنبالش نوع غذایی که میخواد اون کمبود احساسی و یا اون ویار و یا هوس رو جبران بکنه و برای ما غذای سالمی نمیتونه باشه. پس بعد اینو توجه بکنیم که حتما اگر که این مشکل رو داریم بهش رسیدگی بشه.